بپرسم این طلاقه ما این همه فکر و ذکرمونه توی ازدواج هم نقش زیادی داره یا میشه ازش چشم پوشی کرد؟ قطعا میشه چشم پوشی کرد. بستگی به این داره که هر کسی طرف مقابلش رو اگر درد بکنه میتونه از اونم چشم پوشی بکنه. خانواده چی کار کنه؟ به هم بخوره؟ به هم. خب اگر دوتا در حد یه حلقه و یه سرویس باید باشه دیگه. دیگه اگر یه حلقه و سرویس هم نمیتونی بگیری اصلا زن نگیری. چرا میخوای زن بگیری؟ مثلا شما یه دختر 20 ساله داشته باشید یکی بیاد خواستگارش فقط بگی من با یه انگشتری میبرمش مشکل. چیای دیگه براتون مهمه؟ درود به همه دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب و خوش و سلامت باشه. خوش اومدید به شهر شیراز. بهمن 1402 هستیم. توی این ماه خیلی قیمت دلار و سکه و طلا باز دوباره جنجالی شد. هر جا میریم خبر این همین دلار و اینا هست دیگه. تقریبا 40-50 سال هست که نام آشنا هست این سه تا کلمه دیگه تو فکر مردم هست. حالا اومدم هم قیمت طلا و اینا روی خبردار بشیم دقیقا چند هر گرم طلا و سکه و اینا، هم از مردم اگر که یکیشون پایه بود صحبت بکنیم یا چند نفرشون در مورد نقش طلا تو ازدواج جوونا. بعضی خانواده هستن که چه میدونم میگن باید نشونه ای طلاو بدی، بعد چه میدونم زیر لفظی او طلاو بدی، سر سفره عقد او طلاو بدی، مادر شوهر او طلاو میده، مادر زن او طلاو میده. سلام خانم، وقتتون بخیر. من دارم یه برنامه میسازم. نقش طلا تو ازدواج جوونا چیه؟ طلا؟ طلا. الان اومدم بازار زرگر و شیراز. یه هم قیمتی ببینم چنه. همین که از مردم بپرسم این طلا که ما این همه فکر و ذکرمونه توی ازدواج هم نقش زیادی داره یا میشه ازش چشم پوشی کرد؟ قطعا میشه چشم پوشی کرد. بستگی به این داره که هر کسی طرف مقابلش رو اگر درد بکنه میتونه از اونم چشم پوشی بکنه. خانواده چی کار کنه؟ من رفتم خواستگاری دختر خانم گل که افکارمون به هم میخوره. درسته. بعد من دارم فیلم میگیرم، مشکل نداره؟ مشکل نداره. میخوای از خودمونم بگیرم یا الان از اینجا؟ نه اصلا زاویه اوکیه. باش. من دارم مثلا میخوام برم خواستگاری، او دختر خانم هم حالا میگه یه انگشتری هم شد نشدم نشد حتی همون هم کافیه. درسته. دیگه مادرزن و پدرزن نمیگه نشون باید ای طلاو بدی، سر سفره عقد او طلاو بدی، مادر شوهر او گردنبند باید بگیره، یه نیم ست برای روز دختر باید بگیره، یه ست کامل برای اگر دو طرف با هم دیگه اوکی باشن. اینقدر الان بدلیجات مشابه طلا اومده که میتونم خودشون خریدشون بکنم. نه اون میگی من برای دخترم به پوستش نمیسازه بدل، باید طلای واقعی بگیری. دختر خالش با 200 گرم طلا رفته سر سفره. طلا هیچ وقت خوشبختی نمیاره اصلا. طلا هیچ وقت خوشبختی نمیاره و هر زمانی هم که به قول معروف اگر خدای نکرده آدم به مشکل بر بخوره نه طلا نه مهریه هیچ کدوم نمیتونه. یعنی مهریه هم حتی هیچ کدوم نمیتونه به قول معروف خوشبختی بعد از طلاق رو بیاره برای دختر. اگر و قطعا بعدش هم مشکلات خودش رو داره. اگر آدم راحت تر بگیره یکم دست سبکتر بگیره هم ازدواج ها بهتر میشه هم این همه فساد و بدبختی. حالا با ست نقره هم میشه زن بگیریم یا نه؟ قطعا میشه. میگم که بس شما دختر داشته باشید، حالا من نمیدونم دارید یا نه، اگر دختر داشته باشید موقع ازدواجش یه پسری بیاد بگه مامان من این پسر رو دوست دارم. من ملاکم طلا نیست. چیه ملاک؟ اولین چیزی که مهم هست وفاداری و تعهدی که هست. خب شما یه پسر میاد که نمیدونید وفادار یا نه. بالاخره
از خانواده و ظاهرش ذات آدم ها نشون میده. درست. اینکه از چه خانواده ای اومده باشه وارد جامعه شده باشه، اینکه چه جمعی بزرگ شده باشه، این خیلی مهم هست که با چه افکاری بزرگ شده این طرف. حالا اینکه حتما بخواد به قول معروف ملک و املاکی داشته باشه، درسته، قطعا میتونه زندگی آرومتر و بهتری رو بیاره برای آدم. خب اما در کنارش قطعا ما دخترمون دست سنگین رد میکنیم. دیدین میگن حتی همه این حرف ها استش، اما خب هیچ کدوم از این دست سنگینی ها پایبند به خوشبختی نیستش. هیچ کدوم از این مال و ثروت مشخص میکنه که طرف مقابل آیا آدم متعهدی هست یا نیست. درست. آیا در کنار این که تو رو داره کس دیگه رو هم داره یا نه؟ یه کیلو طلا بفرست سمت دختر ولی خوشبخت نکنه انگار هیچ فایده ای نداره. قطعا هیچ فایده ای نداره. میگم اگر دو طرف بخوان همدیگر رو میتونن پدر مادرشون هم قانع بکنن، جز این نیستش. نظر من اینه. خوش به حال او آقا پسر که مادر زن شما باشه. زنده باشه. شما لطف دارید. ممنونم. متشکرم. چون خودم هم با همچین منشی ازدواج کردم. خودم با همچین تجربهشو دارید. خودم تجربهشو دارم و اینقدر که وفاداری مهم هست میگم. درست. اصلا مال و ثروت مهم نیست. اصلا. و اینکه طرف مقابل واقعا به احترام بذاره. درست. شخصیت رو و شخصیت خانواده ارزش قائل باشه. اگر کسی باشه که به قول معروف ملک و املاکی داشته باشه، میلیاردها طلا و ثروت بخواد وارد خونه بکنه، اما بلد نباشه احترام پدر من رو بذاره یا احترام همسر من رو داشته باشه، در واقع حالا شوهری که بخواد برای دختر من باشه، چه فایده ای داره؟ اگر بلد نباشه توی اقوام، توی جمعی که هستیم حرمت نگه داره، این هیچ ارزشی نداره. پس میگید سطح اجتماعی خیلی مهمتر از پول تو جیبش. قطعا همینه. عالی. درود بر شما. درود بر شما. ممنونم. ما توی کانال یوتیوب شما دارید یا عالیه. بزنید مستر ایرانی، ام آر ایرانی. ما مصاحبه میکنیم از مردم در اون چیه اجتماعی. حتما دنبال میکنم. متشکرم. خب ما صبح اومدیم بیرون خیلی سرد بود، کلاه و کاپشن چیا و اینا. دمت گرم. متشکر. دمت گرم. طلا میخوام بریم ببینیم قیمت رو. ببینیم فشارمون میگی بیا از این مصاحبه فشارمون میفته. یه سونی خوردیم که اوکی بشیم. خب اینجا ببینم قیمت سکه 30 تقریبا 3 تومنه 32500. هر گرم طلای 18 عیار. کجا نوشته؟ آه خسته نباشید. طلا گرمی چنده؟ 18 عیار. طلا هم 2850. 2850 دیگه صدم ثانیه ای. خب 2800. من یادم یه چند ماه پیش یه خرید می‌خواستم بکنم 2200 بود، یعنی 600 اومد روش، هر گرم 600. حالا کاش که موز ساخت و چه می‌دونم مالیات و اینا هم دیگه میاد روش دیگه، تقریبا گرمی چند میلیارد تو هر مغازه یه نیاز به امنیت زیادی هم داره دیگه. تقریبا شاید گرمی 3 میلیون بشه. کیا یادشونه مثلا هر گرم طلا 30000 تومان بود، 50000 تومان، 10000 تومان، حالا شده 3 میلیون.
خانم خسته نباشی، وقتتون بخیر باشه. یه سال من همین برنامه میسازم در مورد نقش طلا توی ازدواج جوونه. حالا خودتونم جوون دارید، به نظرتون چقدر مهمه؟ مهم نیست. اینا که پس میگن پاسگار میرن میگن طلا بیار، نیم ست بیار، سر سفره عقل، بل برون. مثلا شما یه دختر 20 ساله داشته باشید یکی بیاد خواستگاریش، فقط بگی من با یه انگشتری میبرمش، مشکلی نداره. چیای دیگه براتون مهمه؟ نه چیزای دیگه مهم نیست، مهم طرف خودش. خب نه میگم یعنی سطح اجتماعی، عرضه پسره، اخلاقش. ها این منظورم اینا. خیلی ممنون. حالا که فعلا ایشکی که براش مهمه و برای کی مهمه؟ استنسر نه 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 یکی از بیننده ها گفته پاساجو هم نشون هم بده، پاساج عباس آله آی کلاهو هم بذاری، خیلی هوای سرد میاد. اینجا طبقه های بالاش مثلا نقره و طلا اینا هم تعمیر میکنن میسازن. مثلا یه نگینی شما داشته باشید میگید مثلا میخوام اینجا برامون مثلا یه گردنبند و اینا باش بسازه، خب میسازن و درست میکنن. خب ما اینجا یه کاری داریم الان دوباره میرسیم خدمت. خب بریم ادامه مسیر ببینیم این طلا وامونده چقدر تأثیر گذار. سلام ببخشید خانم رفتم تو آدم دیگه یلنگوار میبینه بذاره خانم دیگه پیدا بذاره دوتا خانم که اینجا سلام خانم ها وقتون بخیر باشه. یه سوال من میخواستم از شما پرسم. یه برنامه من دارم میسازم در مورد نقش طلا توی ازدواج جوان ها. خب ما ازدواج نکردیم. خب نه میخواستم اینم مهم یا نه؟ مهم نیست. مهم یعنی مثلا یه جوونی بیاد ازتون خواستگاری کنه چقدر طلا ازش میخواد؟ الان فیلمتون گرفته نمیشه از اینجا داره، فقط یه صدای مثلا بگید نظرتون برای یوتیوب دارید. که نقش 100% و تعیین کننده داشته باشه، ولی تو خیلی از موارد که من دیدم این طلا نبودن باعث شده مثلا ازدواج به هم بخوره. به هم بخوره؟ به هم. خب اگر دو تا یه حلقه و یه سرویس باید باشه دیگه، دیگه اگر یه حلقه و سرویس هم نمیتونی بگیری اصلا زن نگیری تو اینجا. چرا میخوایی زن بگیری؟ بعد همین یه طلایی نتونی بگیری؟ حالا الان سوپری هم نمیتونی خرید بکنی؟ بعدن چطور میخوایی خبر خواهی شجاب؟ خب نه مثلا دیگه الان یه سرویس دیگه نزدیک 100 تومن میشه دیگه. مثلا همون 100 تومن اگه یه پسری مثلا 100 تومن نداره که یه سرویس یه حلقه خدا وکیلی یکی دیگه هم میخواد بیاره نون خور که چه کنن؟ دوتاشون بدبخت دیگه. نه نگاه مثلا همین 100 تومن رو بزن رو رهن خونه، رهن خونه هم باید داشته باشه دیگه. آه یعنی همش مجزا باید داشته باشه، جز ضروریات نیست ولی رسم و رسومه و اینکه مجبورن. یعنی حتی خودشون هم اوکی باشن به هر حال یه خانم سنگ میندازن خونه. یه خانم حالا دو نفرم قبول کنن خانواده ها بعضی موقع حساسه. بعدا طلا داشته باشه بعدا طلا رو میفروشه میذاره. آه یعنی یه کمکیه برای من. یه سرمایه‌گذاری. یالا نمیخواد که همیشه آویزونه خودش بکنه. باغش دلگرمی. دلگرمیه درسته. آها. چه نظر خوبی. من یه خانم اونجا پرسیدم
گفت چه کار، یه نقره بخرم، بدل بخرم. او هم مثلا اگه خانواده حساسن مثلا جلوی سفره اقبالی نیم ست بهشون بدن. خب بعدا این نقره و بدله رو نمیتونه بزن به زخم زندگیش، ولی طلاه رو داره بعدا میتونه استفاده کنه. نه برای شروع زندگی، برای شروع زندگی، زندگی که اینجوری چپ و چول باشه. میخوام شروع نشه، میخوام شروع نشه. حالا یه سوال شخصی تن، حالا نمیگید یه طلای 300 میلیونی، من 70-80 تومن یه سرویس کوچیکی، یه ظریفی. آها دیگه بخرن دیگه. حالا یه سوال شخصی تن، اگه دوست داشتید، شما هم مثلا گفتید ازدواج نکردید، موردی بوده که فقط به خاطر طلای ردش کرده باشید یا ما؟ نه اصلا به اونجا نکشید. مسئله اون چیزه که مسائل اون چیزه که او بود تلا، کاش بود برای تلا جر میکرد. بریم نیکار داریم، دستتون نداریم. میگه کاش مشکل اون تلا بود برای خب جمعون رو میترسن دیگه، میترسن چه میدونم بیان دنواده سخت بگیرم بزن دیگه تمام. سلام، وقتتون بخیر. شما من یه برنامه ضبط میکنم، از مردم میپرسم نقش طلا توی شروع زندگی چجوریه، آیا مهمه یا نه به نظر تو؟ اطلاع ندارم به خود. نه اصلا مهمه، اطلاع نمیخواد. اصلا مهمه اصلا یکی میره خواستگاری طلا داشته باشه سر سفره عقد نیم ست بده؟ مهمه اصلا شما ازدواج کردید الان شما چجوری اصلا داشتید نداشتید؟ خانواده زنتون بهتون سختگیری کردن نکردن؟ نه سختگیری نکردن. خوش به حالتون. سختگیری نکردن، راحت. چیه دیگه ای داشتید که براشون ارزشمند بود؟ والا کردن یه شب چی خوردن. میرم از بازار زرگرا طلای 32-33 میلیونی. من هفته پیش دیدم تا 34 تومن هم اومد، ولی یکم اومد پایین. دلار تقریبا 57 تومن، 58 تومن. میگن بعد از امسال هم ممکنه برسه 70-80 تومن. چه میدونم، ولی بر اساس سابقه ممکنه همچه اتفاق بیفته. یه دوربینم هم دیگه داره قرمز میشه. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. شارژ دیگه نداریم، هم خودمون همین دوربینو. تا یه ویدیو دیگه، یه پرسجو دیگه از مردم. فعلا خوب و خوش و سلامت باشه. خدا حافظ شما.